این هفته بازگشت به ماه، جاده پیمایی و ملاقات با فضانوردان در سکوت. اینجا مقر ناسا در هیوستون تگزاسه. این خودرو هم فرمون داره هم جویستیک. در نتیجه میتونی سر خودرو رو بگیری یه طرف و بری یه طرف دیگه. یکم عجیب که سر خودرو یه ور باشه خودش بره یه ور دیگه، ولی فناوری به کار رفته در این خودرو طوریه که کامپیوترش تشخیص میده کجا میخوای بری و خودش حساب میکنه چرخ‌ها رو چیکار کنه. این صرفاً یکی از انبوه آزمایشایی که نشون میده روی ماه یا مریخ چجوری باید زندگی و کار و رانندگی کنیم. البته این خودروی مشخص ممکنه برای ساخت خودروهای هوشمندتر در شهرهای هوشمندتر روی همین زمین هم به درد بخوره. تا یادم نرفته بگم که یکی از باحالترین کارهایی که میشه با این خودرو کرد پارک کردنه. اون تا برای اینکه بتونیم در سیارهای دیگه رانندگی کنیم اول باید یه جوری تا اونجا بریم. این کپسول آپولو 10، کپسولی که فضانوردا در چهارمین سفرشون به مدار ما ازش استفاده کردن برای اینکه می‌خواستن آماده بشن برای سفر اصلی با آپولو 11 و بشینن روی ماه. در دورانی که اولین سفر به ماه رخ داد فقط دو کشور بودن که در عرصه کاوش‌های فضایی رقابت می‌کردند و مرزهای این دانش رو به جلو می‌روندند. ولی موازنه قوا در رقابت فضایی داره به مرور تغییر می‌کنه. اوایل سال جاری میلادی کاوشگر چینی چانگ 4 برای اولین بار روی اون طرف ماه که نمی‌بینیمش فرود اومد. هند و ژاپن و چند کشور اروپایی هم برنامه‌های فضای خودشون رو دنبال می‌کنند. اما برگردیم به آمریکا، جایی که ناسا می‌خواد پیش از سال 2024 دوباره روی ماه فرود بیاد، ولی این بار علاوه بر دولت‌ها باید با شخصیت‌های حقیقی هم رقابت کنه. آمریکا 50 سال پیش حتی تصورش هم خنده‌دار بود. 2 میلیاردر آمریکایی یعنی ایلان ماسک بنیانگذار اسپیس اکس و جف بزوس صاحب بلو اوریجین سخت در رقابتن که آدمها رو به ماه و مریخ ببرن. ولی چه جور آدمی حاضر سوار اینجور فضاپیماها بشه؟ کسایی که برای اولین بار به مریخ برن آدمای ماجراجوی خطرپذیرین با بلیت یک طرفه. میدونن احتمال برگشتشون کمه و احتمالاً هزینه سفرشون رو یکی از همین شرکت‌های خصوصی میده. در مقر اصلی ناسا رسیدیم به واحد کمتر شناخته شده ای که جای برای اینجور ماجراجویی ها، جایی که 4 فضانورد در مدت زیادی میمونن تمرین میکنن چرا که قراره برن به یکی از ماه‌های مریخ به نام فوبوس. بله، برای شبیه سازی عملیات داوطلب ها رو 45 روز توی این یک ذره جا حبس میکنند. دوربین ها و دانشمندان تمام حرکاتشون رو زیر نظر دارند. اینجا مرکز پژوهش های اکتشاف انسانی یا جایی که به اختصار اسمش هرا هست. خیلی بامزه است. نکته جالبش اینه که هر کسی این اطراف کار میکنه باید همیشه ساکت باشه که فضانوردها یاد دنیای بیرون نیفتن. اون تو فضانوردها رو با آزمایش های مختلف روانشناسی میسنجن. از بیخوابی گرفته تا فقدان حریم شخصی، هدف اینه که اساسی ترین بخش عملیات مریخ یعنی آدم‌های حاضر در سفینه رو که میتونه عامل موفقیت یا شکست عملیات باشه تا جایی که ممکنه آماده کنن. هدف اصلی ما در هرا اینه که تأثیرات انزوا و حبس رو روی آدم ها بسنجیم. ماهیت بخش عمده ای از مطالعات ما رفتارشناسی و روانشناسیه. میخواییم ببینیم انزوا از مردم چه اثری داره. وقتی فقط با بقیه سرنشین های سفینه و کسانی که در اتاق کنترل نشستن ارتباط داشته باشی چی میشه؟ بله، فضانوردانی که در آینده بخوان به مریخ برن به جز خاک سمی و هوای کشنده و تشعشعات شدید باید نگران همسفراشون هم باشن و نمیشه گفت کدوم بیشتر ممکنه عامل مرگشون بشه.
تنش و استرس آهسته و پیوسته انباشته میشه. چیزهای خیلی کوچیک اعصاب آدم‌ها رو خرد میکنه، برای اینکه استرس واکنش آدم رو به اون چه اطرافش میگذره شدید میکنه. در نتیجه صدای جویدن کسی که کنارتونه ممکنه اول اذیتتون نکنه، ولی 45 روز بعد واقعا میره روی مغزتون. فشار روانی سفر به مریخ وحشتناکه، حتی برای یک فضانورد. فضای سفینه به اندازه یک آپارتمان کوچیکه و کل عملیات رفت و برگشت حدود 3 سال طول میکشه. فرض کنید 4 تا آدم با شخصیت‌های مختلف تو این فضا گیر افتاده باشن. عجیب نیست که مشکلات مختلفی پیش بیاد. و از اونجایی که آدم‌های با ویژگی‌های مختلف لازمه، معلوم نیست چه جور آدم‌هایی تو اون سفینه باشن. اینجا مرکز کنترل عملیات یا MCCه. ایشون لزلیه و اون یکی تد. فضانوردا با این 2 نفر حرف میزنن. در واقع در طول عملیات فقط با این 2 نفر حرف میزنن. این یکی خیلی جالبه. دکمه آتش و دود. هر وقت ماجرا حوصله سر بر بشه، این رو میزنید و دوباره جذاب میشه. پنجره‌های مجازی، این چیزی که خدمه از پنجره‌های سفینه میبینند. محیط و کار فضانوردها طوری طراحی شده که تا جایی که ممکنه به عملیات واقعی شبیه باشه. دانشمندای ناسا کارهای مختلفی میکنند تا داوطلبها کاملا فراموش کنند این ماجرا عملیات نیست و آزمایشه. وقتی خدمه از مرکز کنترل عملیات چیزی میپرسه، 5 دقیقه طول میکشه سوالش برسه به مرکز و 5 دقیقه طول میکشه تا جوابش برسه به سفینه. یعنی یه سوال جواب ساده 10 دقیقه طول میکشه. هدف اینه که عملیات رو شبیه سازی کنی. فضانوردها باید باور کنن دارن میرن فوبوس یا دارن اوا انجام میدن، یا یه سفینه کوچک رو میفرستن روی سطح فوبوس. هر کدوم از این کارها باعث میشه اشتیاق پیدا کنن و به هیجان بیان. هدف فقط سنجش اثر انزوا و حبس نیست. یک بخش مهم تصمیم گیری در مورد اینه که بهترین ترکیب برای گروهی که قراره به چنین سفری بره چیه؟ مهمترین چیز ترکیبه و یکی از چیزهایی که دنبالشیم ترکیب درسته. در هر گروه 4 نفره که در نظر بگیرین، معمولاً 1 شخصیت قوی تر دارین و 3 شخصیت کمتر قوی. ارتباط این 4 نفر با هم چه جوری میشه؟ هر کدوم چه نقشی باید بازی کنن که عملیات فضایی موفق بشه؟ و موضوع فقط نقش‌های عملی نیست که کی فرمانده است، کی پزشک، کی مهندسه. موضوع نقش‌های اجتماعی هم هست و این تحقیق‌ها نشون داده که در این عملیات‌های بلند مدت نقش اجتماعی دست کم به اندازه نقش حرفه‌ای، اگر نه بیشتر، مهمه. مثلا اینکه یه نفر باشه که شوخ باشه و گاهی بقیه رو سرگرم کنه از خیلی چیزها به مراتب مهم‌تره. تصمیم گیری در مورد اینکه ترکیب درست چیه فقط با آدم ها نیست. به واسطه این آزمایش ها انبوهی داده جمع میشه که میشه باهاشون مناسبات اجتماعی رو کمی کرد. یکی از مطالعاتی که داریم انجام میدیم برای اینی که ببینیم چجوری میشه با کمک الگوریتم مشکلات شخصیتی رو پیش بینی کرد. چطوری میشه اطلاعات مربوط به گذشته اشخاص رو گرفت، مثلا تست های شخصیتی رو وارد یه سیستم کرد و بر مبنای ویژگی هایی که به اون سیستم میدی پیش بینی کرد که همکاری اون آدم ها با هم چه جوری میشه، آیا ترکیب درستی هستن یا نه. برخلاف این ماجراجوهای مریخ نبرد، اکثر ما آدم های عادی 3 سال انزوا رو دیوانگی میدونیم، ولی هستن کسانی مثل جف بزوس و باز آلدرین که رویای سفر و حتی زندگی روی سیاره سرخ رو در سر دارند. اما لورد مارتین ریس، اخترشناس سلطنتی بریتانیا، معتقد بیشتر ما برای سفر و زندگی در فضا ساخته نشدیم. هیچ نقطه‌ای در منظومه شمسی نیست که حتی به اندازه قله اورست یا قطب جنوب مناسب زندگی باشه. به همین خاطر من فکر می‌کنم ایده مهاجرت جمعی به فضا یه مقدار عجیبه. باید به خاطر داشته باشیم که فضا جای آدمیزاد نیست، مگر برای ماجراجوها، امثال کسانی که میرن قطب جنوب یا قله اورست. اما نظر سرنشینان هرا در مورد این تجربه چیه؟ با 3 نفرشون تو هوای آزاد یک کم بعد از اینکه از محل زندگی هر روزشون بیرون اومده بودند صحبت کردیم. چون همه به هم خیلی شبیهیم، اگه مثلا یه آدم خیلی برونگرا بینمون بود یا یه نفر با یه شخصیت قوی که با بقیه گروه فرق داشت، ممکن بود روی نتیجه کار اثر منفی بذاره.
اگه 4 تا آدم برونگرا رو بذاری اون تو همدیگه رو روانی میکنن. از طرف دیگه اگه 4 تا آدم درونگرا داشته باشی ممکنه خوب نتونن به عنوان یه تیم کار کنن، چون هر کدوم تمرکزش رو خودش و درون خودشه. در نتیجه یه ترکیب مناسب لازم داری که بتونن خودشون رو هم با موقعیت هم با شخصیت‌های دیگه وفق بدن. عملیات سفر به مریخه. هدف خیلی بزرگه. انگیزه ها خیلی بالاست. هدف این آزمایش اینه که بشر رو یک قدم به مریخ نزدیکتر کنه. من شخصا برام قابل تصور نیست در همچین شرایطی باشم. ولی انگیزه آدم انقدر زیاده که حس میکنی از هر مانعی میتونی بگذری. در بریتانیا به دلیل مشکلات در سیستم ارتباطات 300 پرواز شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز لغو شد و یا به تأخیر افتاد و مسافرانش هم معطل ماندند. بانک منزو هم که یک خدمات بانکداری آنلاین است به دلیل اشکال در سیستم ارتباطاتش از 500,000 مشتری خود خواست تا رمز عبور کارت‌های بانک خود را عوض کنند. در ژاپن خودروی پرنده NEC برای اولین بار موفق شد بدون هیچ سرنشین و راننده‌ای به پرواز در بیاید، ولی بعدش یک جورایی خورد زمین. میشه برش امیدوار بود، ولی حالا کار داره. شرکت خودروسازی هیوندای از طرح جدیدش برای ساخت خودروی خبر داده که 60% نیروی محرکش از صفحه خورشیدی روی سقفش تامین میشه. اخیراً توییتا هم اعلام کرد که برای خودروی جدید هیبریدی پریوسش گزینه صفحه خورشیدی ارائه میده و لایت ایر هم قرار است خودروی خورشیدی 120 هزار دلاری شه تا 2 سال دیگه وارد بازار کنه. سرویس سلامت همگانی بریتانیا یا NHS برای کارایی درست آزمایش‌های بالینی، شیوه‌های موجود درمانی و مراجعه بیماران، واحد هوش مصنوعی به کار انداخته. دولت بریتانیا انتظار دارد که با این برنامه 303 میلیون دلاری رضایت کسانی که به خدمات درمانی مراجعه می‌کنند بالا ببره. شرکت‌های اپل و گوگل به طور موقت امکان این که کارکنانشان صداهایی که به وسیله بلندگوهای هوشمند ضبط می‌شن را بشنوند متوقف کردند. اتحادیه اروپا در حال حاضر با این دو غول فناوری در حال گفتگو در مورد حریم خصوصی است. در همین حال معلوم شد که کارکنان مایکروسافت هم گهگاهی به گفتگوهای واقعی ترجمه شده در اسکایپ هم گوش میدن. مایکروسافت مالک اسکایپ گفته کاربرانش با قبول کردن شرایط و مقررات این شرکت از قبل اجازه استفاده از اطلاعاتشان را دادن و صدا هم جزء اطلاعات است. این هم پهپاد اختنیک که به معنی شکارچی است 20 دقیقه پرواز آزمایشی داشت ولی چیزی گیرش نیامد. سامسونگ از بزرگترین گوشی هوشمندی که تا حالا ساخته رونمایی کرد، Note 10 Plus. این گوشی علاوه بر این که خدمات نسل 5 یا G5 را پشتیبانی میکنه و دوربین عقبی با سنجش عمق داره، همچنین مجهز است به قلم تشخیص حرکت، یعنی صفحه نمایشی که با کمک یک قلم و بدون لمس کار خواهد کرد. و شاید وقتش رسیده که همه دم داشته باشیم. پژوهشگران در ژاپن میگن فناوری 4 موتوره جدیدی که طراحی کردند به انسان در برقراری تعادل، بالا رفتن و انتقال اشیا کمک خواهد کرد. البته سبب میشه انسان یک هیولا به نظر برسه. فضانوردهای آپولو اینجوری روی ماه میگشتند. حتی با استانداردهای امروز شبیه خودروی مسابقه است، ولی دفعه بعد که بریم ماه یا مریخ خودرومون یه چیزی خواهد بود شبیه به این. با 6 تا چرخ که هر کدوم جداگونه میچرخه. این آخرین نمونه ساخت ناسا است که احتمالاً در آینده خیلی نزدیک روی سطح ما خواهد خزید. الان مشغول طراحی ماشین بعدی هستیم که قرار سال 2023 بره بالا. خیلی خشن و زمخته. همه دوستش داریم. مثل آپولو میمونه. برای اینکه خودرو حد اکثر ایمنی رو داشته باشه، کمک فنرها رو طوری طراحی کردند که فشار روی چرخ‌ها در هر لحظه یکسان باشه. در نتیجه میشه باهاش روی سطوح خیلی ناهموار هم رفت. این خودرو رو در حال حاضر برای آزمایش نکات علمی عملیات آتی سفر به ماه استفاده می کنند. 4 فضانورد 2 خودرو رو هر کدوم به مدت 2 هفته آزمایش می کنند. روش کار و زندگی می کنند تا ببینن چقدر غذا لازم دارند و شرایط زندگی روی همچین وسیله نقلیه‌ای چطوریه. حرکت باید آهسته و پیوسته باشه، چون محیط واقعا خشن و ناهموار خواهد بود. و تیز، اینو از عملیات آپولو میدونیم. فرض کن شیشه رو بکوبی زمین و خورده شیشه ها رو زیر پات له کنی.
سطح ماه یه چنین چیزیه، به خاطر اینکه باد یا فرسایشی در کار نیست که این خورده ها رو بغلتونه و لبه هاشون رو کند کنه. و یکی از دلایلی که میخواییم لباس عوض کردن بیرون ماشین اتفاق بیفته همینه. اون پشت این تختای دره. در رو که باز کنی پشت لباستو میبینی. میتونی از همونجا لباستو تنت کنی. الان هم لباس هم اتاقک فشار هوا دارن. حالا لباسو در اتاقک رو میبندی. در واقع شما میری لباس میپوشی و من همینجا میمونم. و لازم نیست فشار هوای اتاقک رو کم کنی. اینجوری گرد و غبار ماه که روی لباس نشسته هم وارد هوای ما نمیشه. لباس بیرون خود را میمونه. نبوغ‌آمیزه. تا حالا فکر کردید اگه بخوایم روی ماه یک سازه قابل زندگی بسازیم چه باید کرد؟ در وهله اول دادم فکر میکنه که خب یه مقدار خاک و مساله از زمین میبریم اونجا یه چیزی میسازیم. اما چطور اگه از خاک خود ماه استفاده کنیم؟ این دقیقا همون کاری که در سازمان فضایی اروپا در هلند دارن امکانش رو بررسی میکنند. این سازه رو با چاپگر سبودی چاپ کردند. ماده‌ای که استفاده کردن ترکیبی از عناصریه که روی زمین پیدا میشه ولی خواص شبیه خاک ماهه. در نتیجه میشه قبل از سفر به ماه اول اینجا آزمایشش کرد. هدف اینه که یک روز بشه چیزی مثل این ساخت که آدم بتونه توش زندگی کنه. دانشمندان امیدوارن با این رگولیت یا سنگ پوشه سازه قابل سکونتی بسازند که دمای داخلش مناسب باشه و جلوی تشعشع رو بگیره. گرد این ماده رو روی سطح سازه داریم. با یه نازل اسپری می‌کنیم که اون ماده رو به هم بچسبونه. در این مورد ماده چسبنده‌مون آب و نمک غیرعالی بود. مرحله بعد واکنش شیمیاییه. چیزی شبیه اتفاقی که در بتن می‌افته. نهایتاً لایه به لایه یک سازه مستحکم می‌سازیم. البته این ماده بی نقص نیست. در نتیجه در یک مقطع باید با خود خاک ماه که ماده خیلی ارزشمندی آزمایشش کرد. اما چاپ سه‌بعدی روی ماه احتمالاً محدود به سقف روی سر فضانوردها نمیمونه. میتونیم پلیمر چاپ کنیم یا فلز یا سرامیک حتی غذا. میتونیم سلول بنیادی رو برای کاربردهای مختلف چاپ کنیم. تقریبا هیچ محدودیتی برای چاپ نیست، اما نکته مهمتر اینه که همه اینها رو میشه بازیافت کرد. یعنی میشه فرایند رو جوری طراحی کرد که کاملا پایدار باشه. یعنی هر بار از چیزایی استفاده کنی که قبلا جای دیگه استفاده شده بوده. بنابراین نسخه رباتیک این چاپگر سبودی میتونه به جز موادی که روی سطح ما پیدا میشه از موادی که در حجم خیلی کم از اینجا برده شده هم استفاده کنه. قبلا سفرهای اکتشافی اینجوری بود که هرچی میتونستی با خودت میبردی. این کار رو همیشه میشه کرد ولی هم هزینه سنگین داره هم دشواره. در نتیجه الان داریم دنبال راههایی میگردیم که در دراز مدت اکتشاف پایدار دائمی بشه. مثلا اکسیژن چیزی که روی ماه لازم داریم، هم برای سوخت موشک و حرکت هم برای تنفس. اکسیژن رو میتونیم از یخ قطبای ماه استخراج کنیم، همینطور از صخره‌هایی که 40% اکسیژنه. از این فرایند فلزاتی باقی میمونه که اونها رو هم میتونیم برای ساخت مواد و تجهیزات دیگه استفاده کنیم. ماه تنها جایی که میشه رفت و آزمایش کرد، چون 3 روز بیشتر راه نیست. روی ماه میتونیم آزمایش کنیم که زندگی و کار دور از زمین چه جوریه. بنابراین اگه قرار باشه یه جا یاد بگیریم که چطور از منابع موجود هوشمندانه و مسئولانه استفاده کنیم و برای سفر به مریخ و جای دیگه آماده بشیم، اون یه جا ماهه. طبعا این اتفاق قرار نیست فردا بیفته، ولی پیشرفت فناوری داره فهم بهتر ما و کارهایی رو که میشه اونجا و حتی توی مریخ و فراتر از اون کرد ممکن میکنه. اما برگردیم به مقر ناسا و با ربات‌های نیمه خودکاری آشنا بشیم که ممکنه قبل از آدمی پا به فضا بذارن تا شرایط زندگی رو برای ما مهیا کنند. ایشون اسمش والکریه.
ربات الان اونجاست. میخوای بره اونجا؟ کافیه بهش بگی مسیر رسیدن از اینجا به اونجا رو تعیین کنه. خودش با اطلاعاتی که از محیط اطراف داره قدمهاش رو تعریف میکنه. حساب میکنه کجا باید قدم بذاره که به سلامت از اینجا بگذره. چون هدایت ربات از راه دور صورت میگیره، ربات باید جزئیات محیط رو خودش ارزیابی کنه. بعد از اینکه بهش گفتید کجا باید بره و چی کار کنه، خود والکری موقعیت رو بررسی میکنه و تصمیم میگیره پاش رو کجا بذاره و دستش رو کجا. البته همینجا روی زمین هم میشه کاربردهای متعددی براش پیدا کرد. هر جایی که میخوایم چیزی رو جایگزین دست انسان کنیم که فقط با شکل دست آدم کارش راه میفته. مثلا این مورد رو ببینید که داره روی ما سوار وانت میشه. دیوید مستن، مدیر فنی. دلیلی که این شرکت رو راه انداختم این بود که بتونم روی ماه راه برم. سیمکشی اونا رو عوض کرده بودیم. Mastin is delivering payloads to the surface. ماستن بار اصلی رو میفرسته ماه با یه موشک عظیم. بعد در مرحله بعد ما سفینه رو هدایت میکنیم تا روی سطح ماه. فرودش میاریم روی ماه. باری که میخواستین ببرین ماه، سعی و سالم روی ماه تحویل میشه. That soft landing then has your payload right there on the surface. I started this company for a number of reasons. من این شرکت رو به چند دلیل تأسیس کردم. مهمترین دلیل این بود که فکر می‌کردم بهتر از اون چه تا حالا در عرصه هوا فضا کردیم میشه عمل کرد. با استفاده از تجربه صنعت خودرو یا روش‌هایی که در سیلیکون ولی ابداع شده. شرکت ماستن الان حدود 15 نفر کارمند تمام وقت داره. بیشترشون مهندس‌هایی هستن که مراحل پرتاب و پرواز موشک را طراحی و اجرا می‌کنند و اکثرا همینجا در موهاوه مستقرن. ما یکی از معدود شرکت‌هایی هستیم که با ناسا قرارداد داره که از زمین بار ببره به ما. تمام مراحل را ما انجام میدیم، از در آزمایشگاه تا روی ما. All inclusive, it's lab to surface. The biggest thing for competition with SpaceX. مهمترین نکته در رقابت با اسپیس اکس و بلو اوریجین و میلیاردرهای دیگه اینه که یه بازار خاص برای خودت پیدا کنی. طرف وسایل عظیم پرتاب موشک نری، طرف ساخت وسایلی که قرار آدم رو به ماه ببره نری. دست کم فعلا نری تا موقعی که به جایی برسی که بتونی با میلیاردری رقابت کنی که براش اهمیت نداره چند میلیارد روی همچین پروژه خرج کنه. Doesn't care how many billions he throws at the project. The answer of why go now is that we have. جواب این سوال که چرا الان اینه که الان به نقطه‌ای رسیدیم که فضای این صنعت دسترسی به ماه را فراهم کرده. با قیمت معقول که میشه باهاش از پتانسیل موجود در ماه استفاده کرد. To unlock the potential that exists on the moon. Mastnop 12, 6 seconds count, engine start. 6, 5, 4. فکر میکنم که روی ماه فرود بیاییم. فکر کنم تا سال 2022. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما هم همشون اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.